های چطورین؟ رسیدیم به آخرین ترک آلبوم بروسی جکیچان که به نظر من یکی از بهترین آلبومایی بود که اگه پارسال میومد یکی از خوبای پارسال میشد واقعا، حداقل تا اینجا که آره یه دونه ترک بوده. تهران بنگه رو قراره گوش کنیم از یوتیوب امین تی جی، از آلبوم بروسی جکیچان آدرویت امین تی جی. لینک تو دیسکریپشن، سر بزنید به پلتفرمای بچه‌ها. حالا من دارم از یوتیوب گوش می‌نم و لینک یوتیوب رو گذاشتم، بقیه لینک‌ها هم خودتون، بقیه پلتفرم‌ها هم خودتون دیگه واردید دیگه. و ترک‌ها رو حد امکان از پلتفرمای بچه‌ها گوش کنید دیگه. خسته شدن واقعا، حیف آجی. 627K توتال ویو یوتیوب همین دی جی با اینکه این همه فعالیت می‌کنه. برید حال بدید به یوتیوبش. لینک یوتیوب دلول و استنارم تو دیسکریپشن، به اونجا هم سر بزنید، یه سری چیزا هم اونجا مونده انتظارتون رو دارن میکشن. و توییچ فرشاد فور لایف هم سر بزنید، اونجا احتمالاً یک کم باید فعالتر شیم به خاطر اینکه جلوگیریش از مشکلاتی که ممکنه بعضی آدما واسه این کانال پیش بیارن. احتمالاً موزیک گوش دادن ها رو بعضیاشو بسپاریم به توییچ و صحبت راجع به اون موزیکایی که تو توییچ گوش دادیم رو بسپاریم به یوتیوب، لذا اونجا هم داشته باشید. و اگر فور گنگ ها رو باشید تو کامنت بریم بشنویم تهران بنگه رو از امین تی جی پوری آدرویت. پرودوسر دی فو ایت آی دی یا سید یا بیت روای جی تهران بیا تهران بنگره، بچه ها خیابون رو زدن گره، پرونده ها انقدر کلفته نمیره اصلا لای منگنه، همه چی توش هندله، جنس زد و بند جلو پنجره، انقدر مشتی و لوتی هن نمیذارن کسی توش لنگ بره، بگی بله سری بردن جون میدی اینجا موقع مردنت، تو محل مود کار کری آدیداس اکتاب عوض شدن بیت جذابه، دن جون میدی اینجا موقع مرد میذارن کسی توش. بعد همراهش دلیوری آدرویت هم عوض شد. میگم مثلا آندرویت خیلی خارق العاده عمل میکنه، خیلی از با کمال احترام خیلی از آرتیست ها مثلا متوجه این نمیشن که وقتی اکتاو بیت عوض میشه، اکتاو حالا مثلا ملودی عوض میشه، یه اوجی حداقل تو دلیوریشون بدن، یه سویچی نیازه، میدونی سکشن عوض شده یه سویچی نیازه برای تنوع و برای ایجاد هارمونی بیشتر با اون اکتاو عوض شدن. اکتاو عوض شدن منظورم که یه مل چی میگن، صدایی که میشنوی همون صداست از ملودی، فقط انگار نازکتر شده صداش. لنگ بره بگی بله سری بردن جون میدی اینجا موقع مردنت، تو محل مود کار کری آدیداس مود نایکی نی اینجا موقع مردنت، تو محل مود کار کری آدیداس مود نایکی نی، انقدر مشتی و اشوازن هنو گوش میدن دل دوم دله، دیوونه ایم همه سایکی دل دوم دله، ددیانکی انقدر مشتی و اشوازن هنو گوش میدن دل دوم دله، دیوونه ایم همه سایکیم نترسیم تومون باکینی، لاشی بازی اینجا گیردالی میای پایین فقط میندالی، لاشی بازی گیردالی سرش دایره است، ترسیم تومون باکنی لاشی باز اینجا گیردالی میای پایین فقط میندالی، اینجا همه چی پیدا میشه اسکولی به پرسیلین داری، همه بچه ها دوایی زد و بم میشه دلالی، پچی فکر کری قناری شیشه میفروشه اینجا بلالی، هر کی لاتیش که سری سیکش خورد دنبال ترابلیم نبیت کن چیزی میبین فلوش خیلی باله به نظر من لیریکلی اون خام بود، اون چی میگم، اون لفظ بازیایی که مثلا ترک قبلی تو دور من تو مف توی بروسی داشت رو نداره و این فلوش خیلی باله، اینجا همه چی پیدا میشه اسکولی به پرسیلین داری، همه بچه ها دوایی زد و بم میشه دلالی، پچی فکر کری قناری شیشه میفروشه اینجا بلالی، هر کی لاتیش که سری سیکش خورد دنبال ترابلیم نبیت کن چیزی میبینی ببر تعریف کن، میدونی خودت هم زدیم دهیچ خوب چی میگفت تو ترک چیزش تو رولی اجی دود کرده تو میبک بود پول دو تا میبا نه 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 میگفت کی میگفت کی تو مثلا کردیت کارت فقط نقد یه هم چیزی، یا کی تو بیت کوین مثلا فقط اسکناس یه هم چیزی میگفت، میبینی ببر تعریف کن میدونی خودت هم زدیم ده هیچ خوب، اسلامو همه برعکسه اعتماد به نفسا زنکسه، دوتا دیگه بندازی بالا قشنگ جا میره تو تا دسته، تهران بنگره بچه ها خیابونو زدن گره، پرونده ها انقدر کلفته نمیره اصلا لای منگنه، تهران بنگره بچه ها خیابونو زدن گره، پرونده ها انقدر کلفته نمیره اصلا لای منگنه، تو تهران کدوم مله تو رپ فورس کدوم مرله هنومون
منتظری بدن محله. امیده شو خیلی دوست دارم. زدن گره پرونده ها انقدر کلفته نمیره از سلای منگنه. توی تهران کدوم محله ای؟ توی رپ فورس کدوم مرحله؟ هنو منتظری بدن محلت یا منتظری بیان محله؟ بیا محلم کف شمرون شما لنگین مثل تیمور. ببین تی جی پلی تهران وقتی کانورس ترند بود میگن با ما همه چی ریدیفه جلو اتکایی چی بود کانورس؟ من مدرسه میرفتم 90 زیر 90 بود 88 89 اینا یادم کانورس ترند شده. من یه سر کانورس پوشیدم ران وقتی کانورس ترند بود میگن با ما همه چی ریدیفه جلو اتکای تیج نیدیفن میگن رقیبات چرا ضعیفن جلو اتکای تیج نید دیفنس فکر میکنم باید بگی دیفند گفت دیفنس مستره دیفند فعله یعنی دفاع کردن نمیدونم شاید این هم معنی داشته باشه دیگه. متخصص این غلطای گرامری نیماست میسپارم بمون. ولی آلستار میدونی که این مود بود موقعی که شلوار بودکات مود بود با اون میپوشیدن یادمه شلواری نصفش میکشید زمین ببین تی جی پلی تهران وقتی کانورس ترند بود میگن با ما همه چی ریدیفه جلو اتکای تیج ندیفن میگن رقیبات چرا ضعیفن چرا به این چغالا میدیفه میگن فنا اورجینال گنگستام چونیا پیگیر دستام یه سری چغال خای مال ویو گرفتن هنسان یه سری درگیر گلوکام توی ویدیو دنبال پلاک یه سری بچ روی فلوی تیج تا اینجا خیلی بال بود برگشت توی این سکشن به فلوی همیشگیش ها ولی تا اینجا خیلی فلوش بال بود جدید بود من این فلو رو از تیج نشیده بودم سان یه سری درگیر گلوکام توی ویدیو دنبال پلاک یه سری بچ روی پیج دنبال پلاک یه سری کارای اینجوری عجله موقع تلفظ قافیه داره اورجینال مخصوص تیجه یکی از سیگنچرهاش دخترم کی میشه بلاکام بلاک یه سری فرولاک یه سری بچ روی پیجم من دخترم کی میشه بلاکام بلاک یه سری فراریو بده کار یه سری سمجم بده کار یه سری میخوره دیس میدن نیست مالی سنگال خودم تهرانی مثل یه سری پیگیرن دیس میدن نیست مالی مثل سنگال مالی کشور خودش مالی نیست سنگاله مثل سنگال که مالی نیست این کشور مالی اگه منظوره دیگه نیست به عقل خودم دارم شک میکنم اگه منظورش اینه احتمالا من خیلی آکیوم کمتر از این حرفا باید چون این بیت برای کسی که برای شنونده ای که میشه بلاکام بلاک یه سری فراریو بده کار یه سری سمجم بده کار یه سری میخوره دیس میدن نیست مالی سنگال خودم تهرانی مثل هدیه کارت زنجانی مثل بابک گل غلط رسیده ردیه با گونی میاد نه با پر تیج رو این فلوش خیلی بهش میاد چی دارم ابولو بتران ملودی یوزری دمتون متران ملودی اسپانس اسپانس کاش بیت دراب تش داشتیم یه بیت دراب تش میده دیگه خب تهران بنگر ترک هفتم آلبوم و ترک آخری که من از آلبوم گوش میدم بازم ترک بنگری بود به نظر من بازم یکی از ترک های بهتر آلبوم بود ورس جفتشون لیریکلی چیپ بود نه چیپ من بد خیلی بد نبود سبک بود یعنی اونقدر لایه دوم سوم واسه همون نداشت فرس تیچه که همیشه یه لایه دومی داره ولی میگم از همون لایه دوما به تمیزی هرچه تمامتر مثل مثلا اتفاقی که ترک احتمالا بروسلی بود اگه اشتباه نکنم میگم یادم نیست چون من همه رو دارم پشت سرم یه بار گوش میدم شاید یادم برسه یعنی قطعا یادم میره اسم رو ولی میگم این بالانسی که تیج باید رعایت کنه بین ظاهر کارش و مثلا صنایع ادبی و لیریکس کاری که تو این مثلا ایهامی ها بازیایی که تو لیریکس انجام میده اون بالانسی که باید رعایت کنه اینجا به نظر من بالانسه رفته بود بیشتر سمت فرم جذاب یعنی توی لایه دوم لیریکسش خیلی اتفاق عجیبی نمیافتاد مثل میگم اتفاقاتی که مثلا جایی که چیزم بود جایی که بروسلی بود میگفت تی جی نی ته جوینت کینگ آدروید فیلم داره بیشتر از اندروید مثلا اونجا به نظر من این لایه دومه رو خیلی سنگی خوب پرداخته بود بهش و خیلی در تناسب نگه داشته بود با لایه اول موزیکی که ما میشنویم لایه اول منظور همون فلو دلیوری کیدنس ها قافیه ها اینجور چیز هست لایه دوم منظورم میگم اون پیچش هایی که تو لیریکسه و میگم بیشتر ترک وایب سازی بود وایب جذابی هم داشت واقعا من بیتش رو دوست داشتم من فلو سویچ های فلو سویچ دلیوری سویچ رایم پترن و رایم اسکیم سویچ های
هر دوتا رو دوست داشتم. خب طبیعتاً از وقتی بس وقتی بس فور میشه یه کنتراستی پیش میاد بین کاری که آدرود میکنه و کاری که تیج میکنه. کاری که تیج میکنه معمولا توی فرم خیلی کاره ماکسیمال تر، یه فلوت ویچاش بیشتر، قافیهاش بیشتر و پیچیده تر و چفتره و میگم کیدنس های متفاوت تر استفاده میکنه. آدرویت یه مقدار مینیمال تره، یه مقدار سبک تره، مثلا نهایتا بسنده میکنه به یک دلیوری عوض کردن، مثلا یه خورده صداشو میاره بالا تر، های پیچ میکنه. خیلی سویچ های عجیب غریبی نداره کلن از هر نظر، اصلا نظر توی ترک هاش آدرویت. ولی میگم این مینیمال ماکسیمال بودنه بعضی نقاط توی بعضی ترک ها میرسه به اون نقطه ایدئال و اون شیمی ایدئال تشکیل میشه، بعضی ترک ها اصلا نمیشه. اینجا به نظر من نیمچه بود، یعنی هم ترک هم، یعنی مثلا هم نگم نه مثلا خیلی بدون شیمی بود، بدون شیمی تا این ترک واقعا به نظر من یک زیر بالش بود، دو دنسیه چی بود، دنبال پول، دنبال پولم، دنبال پولیم، این دوتا به نظر من بد شیمی تا این موزیکای آلبوم بودن. مثلا اونجوری نبود اصلا، ولی در حد تاپ ترک های آلبوم هم نبود شیمی برقرار شده بینشون، ولی بازم ترک خوش ریپیتیه، خوش ترک خوش وایبیه. من اگه بخوام رده بندی کنم بین ترک های آلبوم، مثلا جز ترک 4-5 هست و مثلا 6.5 هم من مونیتر، یعنی اینایی که گفتم ترک خوبیه. من فقط دارم با ترک خوبای آلبوم مقایسه میکنم، میگم یعنی از لحاظ این استاندارده و این معیار و ملاک ها مثلا در حد ترک خوبای آلبوم مثل بروسلی، مثل مپ و مثل دور من کش نبود، ولی همچنان ترک خوش ریپیتیه، ترک خوش وایبیه، ترک کچی، اصلا ملودیش خیلی کچی بود، خیلی نرم رو بیت فلو زده بودن، یعنی خیلی فلوهاشون به نظر من نرم هم کنار هم دیگه قرار گرفته شده بود، هم روی بیت خیلی تمیز و نرم نشسته بود. من 6.5 هم میگم ترک خوبی بود. در کل راجع به آلبوم میخوام صحبت کنم، میگم اصلا تو یه جمله گفتم من شروع ویدیو، به نظرم اگه این آلبوم پارسال میومد 402 واقعا جز یکی از چه شکستنی رخ داد بازم، به نظرم یکی از بهترین آلبوم های پارسال میشد. کلن من انتظار دیگه از این دوو تیجه ی آدرویت ندارم. این دو نفری هن که ثابت شده امضاشون با هم دیگه، چفت بودن استایلشون با هم دیگه، و توی ای پی توی آلبوم قبلی سوباسا کاکرو با اشکان کاگان کار کرده بودن، اینجا خب ارتباط خیلی خوبی با اشکان کاگان آدرویت نداره قطعا، با اون استیلازین، با اون آبروزی که از بلاد کرد با استیلازین و فلان و اینا، ولی همین باعث دوتا اتفاق شده بود به نظر من، باعث شده بود بیت سلکشن هایی به نظر من جذابتر و چطور بگم نیشتریشه، یعنی بیت هایی که آجگار اسمش رو من توش میشنوم، یک مجموعه هم کیرول هم آجگار، دوستای دیگه رو نمیشتسم واقعا، اگه من اکتیو و مثلا من نمیدونم تو اون بیت چی کار کرد. آجگارشون دو سه باره دارم اسمشو کنار بهترین بیت هایی که من این مدت میشنوم میبینم دارم راجبش انقدر با قطعیت صحبت میکنم. میگم همین که با پرودوسر جدیدتر کار کرده بودن جایی یه پرودوسر، باعث شده بود دایورسیتی و تنوع بیت ها خیلی بیشتر شد. مثلا یه بیت وست کوستی داشتیم که ایلنویزینا زده بودن، اون خودش خدای تنوع، از اون طرف یه سری بیت عجیب غریب تر با ملودی خیلی عجیب غریب تر که آجگار و اکتیو و بچه پرود مهدی و بچه دیگه زده بودن، دنزی بیت. و کار دنی روز تو میکس خیلی کار استثنایی، کار یکی از بهترین، یه مجموعه از بهترین صداهایی که من میشنوم میکسشو معمولا دنی انجام میده. به نظر من ترک اسکیپبل خیلی نداشت واقعا، برای من مثلا دوتا ترک اسکیپ شدنی هست، یه دونه زیر بالش واقعا ترک اسکیپبلی بود که من دست دلیل اون موزیک ویدیو هم متوجه نشدم، واقعا زحمت کشیده بودن خیلی واسه موزیک ویدیو، ولی ترک موزیک ویدیو شدنی خیلی به نظر من نبود، جزو هدلاینرای این آلبوم نبود اصلا. به نظر من با یه ویدیو یکی از ترک های یکی دیگه از ترک های آلبوم اگه مثلا بروسلی رو واقعا اگه ویدیو میکردن بی‌نظیر میشد، ولی جا داشت واقعا یه ویدیو دیگه از این آلبوم داشته باشیم. به نظرم آلبومی بود که یکم واسه رول اوتش کاش زحمت بیشتر کشیده میشد، یکم واسه یعنی سرمایه گذاری بیشتر روش میکردن. سرمایه گذاری از همین نظر منظورم مثلا موزیک ویدیو، منظورم
تیزره. حتی تیزر بچه‌ها میذاشتن، یه چوس استیپت مثلا خودشون فریستایل میذاشتن از آلبوم، ولی میگم لایق یکی دو تا موزیک ویدیوی دیگه بود. تنها فیت ترک آلبومم کچی بیتس بود که میگم مثلا یکی از ترک‌های ضعیف‌تر آلبوم ساخته بودن، اونم هیچ دلیل دیگه جز اینکه شیمیه در نیومده بود و ارتباط احتمالاً نداره خیلی با هم دیگه این سه نفر، دلیل دیگه جز این نداشت. به نظر من خیلی متمرکزتر بودن امین تیجی و آدروت توی ترک‌های دیگه نسبت به ترکی با کچی بیتس داشتن، و انگار اون کانسپتی که و اون وایبی که کچی بیتس با خودش میاره و آورده بود و خیلی نشسته بود بهشون، خیلی به خوردشون نرفته بود و یه مقدار تصنعی شده بود ورساشون تو اون ترک. من میگم ترک اسکیپبل نداشت خیلی جز دوتا و خوب بود. این آدروت اشتباه کردیم، جز بهترین آرتیست پارسال من توی برکت توی تورنمنت چیزش نکردیم، شرکت نکردیم، نمیدونم اصلا اشتباه بود یادمون رفت، کسی معرفی نکرد، یادم دلیلش چی بود، ولی اصلا ای پی آدروت خیلی بوم بود. چغلو الان دارم این آلبوم میشنم، آلبوم بنگری بود. تقدیر تجربه اولین بار شنیدن آلبوم واسه من 7.5 هم با آلبوم میگم. به نظرم رول اوت یه مقدار ضعیف بود، یه مقدار سرمایه گذاری کم شده بود روی آلبوم، چیزایی مثلا موزیک ویدیو و اینجور چیزا، اما خلوصش چگال بود، خیلی آلبوم چگالی بود به نظر من. و میگم این کم سرمایه گذاری کردن رو آلبوم اگه مقایسه کنید با سوباسا و کاکرو که اصلا سه تا کاور داشت اون آلبوم، حداقل یه سری اتفاقاتی که اونجا بد بود اینجا نیفتاده. اونم ساوندی که اونجا، صدایی که بچه‌ها داشتن، مثلا میکسشون، همه چیشون هم بد بود که اینجا واقعا نسبت به اون آلبوم اگه حساب کنیم پیشرفت چشمگیر و غیر قابل انکاری داشتن، ولی باز لایق پروموشن بیشتری بود واقعا این آلبوم. آلبوم خیلی خوب بود به نظرم. شما نظرتون راجع به این ترک و این آلبوم بنویسید توی کامنت و این ویدیو، لایک و دیسلایک برای چیز، برای دوست داشتن یا دوست نداشتن ویدیو، نظرهای دیگه اگه نظری نداشتید فورگنگ تو کامنت میتونید بنویسید، سابسکرایب و یادتون نره فشار بدید، زنگوله بغل سابسکرایب یادتون نره فشار بدید. تا ویدیوی بعدی فورگنگ. هودیه استاندار هم تو سایت استاندار است. فورجی رو ببین آخه، فورجی رو اینجا ببین.